happy for the prize because it was an achievement. It was a team achievement. You know, not possible. You see, look, the group of players. I'm very thankful, but my biggest goal is not to count how many times I will be the best coach of the month. But what I really want for the team is that to arrive in the end of the league and say, okay, we are the best team of the league. And we won the league, and we won the cup, and we won the competition where we have. خدا رو شکر با عملکرد خوبی که اول فصل داشتم بهترین بازیکن ماه مرداد و شهریور بشم. واقعا به تیمای بزرگی مثل استقلال، پرسپولیس و بقیه تیمای لیگ واقعا گل زدن خیلی با آدم انگیزه میده. تونستم با یه حرکت خوب مدافع استقلال رو جا بذارم و بتونم یه گل خوشگل بزنم. خدا رو شکر که با اومدن آقا مازیار تونستم خودم و آقا مازیار ثابت کنم. با آقا مازیار این فرصت رو داد که بتونم تو ترکیب اصلی بازی کنم. با کمک کادر فنی و همه بچه‌ها تونستم بازی چادرملو خیلی خوب بازی کنم و بتونم دو تا گل برسونم و خودم رو به بالای جدول گلزنان برسونم. خندیپور دو بار گل میزنه. متاسفانه به خاطر مهر خروج از کشورم نتونستم با تیم ملی جوانان برم. حرفی در مورد تیم ملی بزرگان نشده. من به همین عمل کردم ادامه میدم. اولویت اولم اینه که برسم به تیم ملی بزرگسالان. خندیپور موقعیت تک به تک، یه برخورد، تصمیم داور ببینیم چیه، اعلام پنالتی میشه. قطعا همه اونایی که فوتبال میبینن، فوتبال بازی میکنن، میدونن کدوم لیگ بهترین لیگ دنیاست. آرزوی هر بازیکنیه که بتونه تو لیگ برتر انگلیس فوتبال بازی کنه. منم آرزوم واقعا لیگ برتر انگلیس. یه فرصت دیگه برای ملوان، ببینیم چه اتفاقی میفته. الگوی خارجی که دارم ون پرسی. تو محوطه جریمه موقعیت برای ملوانی ها پاس رو بدیم. انشالله بتونم با گل هایی که میزنم بتونم آقای گل لیگ بشم و به لیگ های اروپایی برم. اتفاق واقعا خیلی تلخی بود. ما همه بعد بازی فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده. واقعا ما فکر این بازی الان لغو میشه، ولی اینطور نشد. سکوهای جذاب و تماشایی. از هواداران خیلی تشکر میکنم بابت اینکه خیلی به من رویه میدن، خیلی به من اعتماد به نفس میدن. خیلی محبتی جریمه و تو در آورد تو باتیستا. آنتونیو ادواردو فورکیم دیفریتاس باتیستا. Foi uma defesa muito difícil. Creio que foi uma das mais difíceis da minha carreira. فکر میکنم یکی از سخت ترین سیو های دوران حرفه ایم بود. این سیو خیلی مهم بود. میخوام از مربی هام و باشگاه خیبر تشکر کنم. Foi uma defesa muito difícil, creio que uma das mais difíceis da minha carreira. Não conhecia o Reibar antes de vir. قبل از اینکه به اینجا بیام باشگاه خیبر رو نمیشناختم، اما بعد از تحقیقات متوجه شدم که خیبر یه باشگاه خیلی حرفه‌ایه که برای اولین بار وارد لیگ برتر ایران شده. Espero poder dar muitas alegrias para todos os torcedores. Tenho amizade muito com o Nilson Correa, que foi um grande goleiro aqui no Irã. Vestiu a camisa do Persepolis. نیلسون دروازه‌بان سابق پرسپولیس یکی از دوستای خوب منه. قبل از اومدن باهاش صحبت کردم و اون تعریف‌های زیادی از ایران کرد. فکر می‌کنم این حرفا تأثیر زیادی روی تصمیم من برای اومدن به ایران داشت. در آخر می‌خوام تشکر کنم از تمام طرفدارا و هوادارای خیبر. امیدوارم باز هم به این حمایت بی‌نظیرشون ادامه بدن تا بتونیم خوشحالشون کنیم. گلی که من زدم حاصل زحمت کل زحمات تیم بوده و خدا رو شکر تونستم این گل به ثمر برسونم. دائم تو ذهن خودم این فکری داشتم که میتونم گل بزنم، هم از اون زاویه هم تو تمرینای مقداری روی این دقت داشتم. خیلی خوشحالم که تونستم اولین گل باشگاه چادرملو رو به ثمر برسونم تو لیگ برتر. حس خیلی خوبی داشتم نسبت به این موضوع که
میتونم در آینده یکی از آدمایی باشم که تو این باشگاه تاثیرگذار بودم. فکر میکنم که هدف اصلی امسال ما این باشه که تیممون شرایط استیبلی داشته باشه، ولی خب یه نگاهی هم به یه شرایط خوب و یه رتبه تک رقمی داریم. همونجوری هم که تو گذشته دیدیم به تیمایی مثل استقلال و خوزستان زمانی که اومدن بالا تونستن قهرمان لیگ برتر بشن. توی فوتبال هر اتفاقی ممکنه بیفته. می‌کنم که بعد از چند سالی که آخرین بار جوانان بود که یه همچین عنوانی رو به دست آورده بودم، بعد توی سن بزرگسالانم حس خوبی دارم نسبت بهش و امیدوارم این تکرار بشه بازم. تو باشگاه شمس‌آذر با توجه به دو سال و نیمی که من اونجا بودم، یه مجموعه خوب داشتیم، کادر فنی خوبی داشتیم، بازیکن‌های خوبی داشتیم. از اون تیم خیلی بازیکن‌ها به چشم اومدن، حالا با توجه به عملکرد فردی و عملکرد تیمی. منم مثل بازیکن‌های دیگه از این قاعده مستثنا نیستم. دوست دارم یه روزی چه تو ایران چه تو خارج از کشور بتونم بهترین تیم‌ها بازی کنم و به تیم ملی برسم. خیلی خوشحالم بابت این گلی که به ثمر رسیده. امیدوارم ادامه دار باشه و بتونم از این گل‌ها بازم به ثمر برسم.